من مخصوصا در آمریکا دعوت میکنم که با مریم، با اشرف و مجاهدانش، چنان که باید و شاید وارد این کارزاری بشوند که مرحله حقوقی و قضاییش رو پشت سر گذاشتیم و حالا دیگه مسئله تماما سیاسی است. اکثریت نمایندگان مردم آمریکا حرفشون رو زده اند، هم درباره لیست هم درباره اشرف و حفاظتش. حرفهای نماینده کنگره قاضی تکپو رو هم اشاره کردیم، کما اینکه حرفهای بولتون رو در مورد ده‌ها میلیون آمریکایی و تعهد و وظیفه اخلاقی اونها. این هم که این نامگذاری از روز اول چی بود و برای چی امر پوشیده ای نیست. مدیر کل وقت وزارت خارجه مارتین اندیک در زمان آخوند خاتمی خودش گفت که این یک جست حسن نیت است در قبال حکومت تهران. هم نیوزویک نوشت در اون زمان و هم لس آنجلس تایمز. بنابراین ما، همه ما درگیر یک کارزار ملی و میهنی هستیم بر سر راهبند تروریستی و به این هم یقین داریم که کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. به همین خاطر است که از یکایک یاران اشرف نشان و هموطنان خواستم که سهم خودشون و وظیفه خودشون رو در این کارزار ملی ایفا بکنند، کارزاری که قبل از هر کس رژیم اهمیت و معنا و مفهوم اون رو احساس میکنه و به ترس و هول و هلا افتاده. امیدوارم که بار دیگر با استمرار همین کارزار ملی و میهنی به موفقیت عظیم دیگری دست پیدا بکنید برای آزادی خلق و میهنتون و برای قبولاندن این حقیقت به اونهایی که نمیخواهند قبول بکنند که به قول آقای تانکریدو که قبلا اشاره کردیم، فقط از پشت عینک ملاها میتوان مجاهدین رو تروریست دید. خود همون خانم رایس میگفت که این رژیم بانکدار مرکزی تروریسم در سطح جهانی اون هم. بقیه مقامات و فرماندهان آمریکایی هم که هر روز در عراق میبینند و شمه ایش رو و نه تمامش رو میگویند و افشا میکنند. نمیشود که هم این رژیم رو نخستین حامی و بانکدار تروریسم دید به درستی و هم ضد این رژیم رو به همین برچسب آلود. این یک تناقض ساده منطقی و دو تا چارتا است. این اون تناقضی است که وزارت خارجه آمریکا توش سالهاست دست و پا میزنه، ظاهرا از دید برخی سیاستمداران یا سیاستگزاران اصل عدم تناقض، اصل پایه‌ای منطق جای چندانی ندارد. اما خب گذشت زمان خیلی چیزها رو تغییر داده و باز هم بیشتر و بیشتر تغییر خواهد داد، البته با رنج و خون ملت ایران و فرزندان رشیدش. همچنان که گفتم، به اتکای اصل کس نخارد، کما این که میبینیم جامعه بین‌المللی پس از سالها بحث و گفتگوی بیهوده با همین رژیم سرانجام به تحریم ها رو آورد.
و به قطعنامه شورای امنیت که قبلا بحثش رو کردیم. بعد از اجتماع بزرگ در تاورنی در حمایت از اشرف و قیام، آقای کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا بود که گفت الان سخت‌ترین مسئله روی میز در جهان مسئله همین رژیم است، و گفت نگاه کنید به این تظاهرات توده‌ای که در پاریس برگزار شد که میگویند بیشترش رو میخواهند در رابطه با این رژیم، تحریم‌های بیشتر، طرد بیشتر، تغییر این رژیم رو میخواند. On the bomb, I think that first of all, let's be honest. This is the toughest issue the world faces. See the story of the massive demonstrations in France yesterday with the Iranian force, the pro-democracy, pro-freedom forces, and they're saying, I wish you had tougher sanctions.